روزی که افغانستان را برای همیشه تغییر داد، 27 دسامبر سال 1979، تاریکی جاده های شهر را فرا می گرفت. این قصه عملیات طوفان 333 است، مأموریت مخفی برای ترور رئیس جمهور افغانستان و کنترل کابل. تاج بیگ محل بود و باش رئیس جمهور افغانستان بود. 40 سال گذشت اما فقیر محمد فقیر آنچه را که اینجا دیده بود هرگز فراموش نکرده. او در آن روز به قصر رفته بود. امین صاحب صبح وضعیت دوست داشت. دمو صبح امی یک پس زر انداخته دین امی نفر مربوط به کگیبه بود. حفیظ الله امین بعد از خوردن سوپ بیهوش شد. آقای فقیر وزیر داخله امین بود. او به طبقه بالا رفت به اتاق خواب رئیس جمهوری. وقتی که ما آمدیم امین صاحب تخت افتیده بود. دو نفر دکتر روسی بود. اینا نالای خود تر کده میدیش میشوش. دکتران شوروی بی خبر از توطئه کی جی بی 4 ساعت برای به هوش آمدن رئیس جمهور سخت تلاش کردند. امین اگریب در تشناب بودش. در تشناب هم نیم ساعت سر او یخ کلا کدن. ای او یخ کلا کد و به هوش آمدن. چشمایش هم کار میکد، گوشایش هم کلوش هم خوب تیار آمد. پس در تخت خواب افتیدن. مأموریت قتل امین نشأت میگرفت از نگرانی مسکو از مقاومت روزافزون در برابر حاکمیت بی‌رحمانه او. این هزاران افغان را زندانی و دستور اعدامشان را صادر کرد. تعداد در کرملین همچنان از ارتباط داشتن امین با CIA نگران بودند. همان با غروب آفتاب سربازان شوروی وارد ساختمان وزارت دفاع شدند، جایی که اکنون موزیم ملی افغانستان است. در نظر بود که این سربازان یعقوب خان و ایدرسی نیروهای مسلح را بکشند و مانع حرکت اردو شوند. دولت وزیری در کشت میز خود نشسته بود که ناگهان صدای تیر اندازی بلند شد. ما خستم کلاشنکوف گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلاه پشمی داشت. چیزی ما فکر کردم که خود روسا واری است. زمانی که سربازان شوروی داخل ساختمان وزارت دفاع شدند، وزیری به داخل دفتر یعقوب خان شتافت. لویدرستیز با چند مشاور نظامی روسی سرگرم جلسه بود. با 95% ما گفته میتونیم که ترجمان مشاور یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده اینی بغل خود خورده بود. نفر که دیدم وزیری از دفتر برآمد و به داخل دهلیز فرار کرد. پیش از این که ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جمر میخورد دست ما شکست کلشنگو پاس پی در پای راست ما مرمی خورد و ای در شکم ما مرمی خورد. وزیری به داخل مهمانخانه شتافت اما نیروهای شوروی بم دستی پرتاب کردند و او مجبور شد که راه برای خروج پیدا کند. اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کردم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم هر دو پای ما شکست، کمر ما شکست و بعد از اون ما نفهمیدیم که چی گپ شده. امین صاحب همراه کلاشنکوف آمدن سر زینه و زینه را کنترول میکرد که اگر کس میاید سر زن پیر کنند. در این وقت یک مرمی در آن خوردن. امین از زخمهایی که برداشته بود درگذشت. اون رویداد در پیروزی شوروی نقش کلیدی داشت. حتی در جریان حمله هم امین و وزیرانش باور نمیکردند که مسکو بر متحد خود حمله کند. حتی انقدر که سر روسا باور داشتیم سر افغانا نداشتیم. دمو باور دمو اعتماد بالاخره خیانتترین عمل انجام داد. ما را از ما رئیس جمهور ما را هم کشت، افسرای ما را هم کشت، کماندانای ما را هم کشت، کدل تسی اچمی هم از ما گرفت، کلش زندانه پر شد. دولت وزیری سرانجام افسر اردوی افغانستان شد، اردویی که از سوی شوروی حمایت می شد. 13 ماه طول کشید که صحتیاب شود اما زخمهای عاطفی آن هنوز هم باقی است. از وحشت بالاتر بود. به خاطر از این که در اون روز من مردم
ما را در جمع کسانی که مرده بودن در جمع اونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده هستم ما را در عملیات خانه بردن در شب خانه. پیر محمد فقیرم آرام آرام زندگی خود را سر و سامان بخشیده. او بیش از 10 سال در زندان در انتظار اعدام بود. پس از خروج نیروهای شوروی او از زندان رها شد. اصلا تجاوز روسها که با 6 جدید صدوق داد حمله کرد. در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است. سیاترین روز است. بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از همون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد. پایان دادن به چند دهه جنگ بسیار دشوار است. فقیر خوشبین نیست. 40 سال پس از تهاجم شوروی هنوز راه صلح پیدا نشده.